با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، سعید بهبهانی هستم. در این ششمین روز از 11 ماه از 12 سال در 3 هزاره، یه لحظه یهو متوجه شدم که ما فقط 30 چند دقیقه فرصت داریم برای اینکه بعد بریم سراغ آقای دکتر عطای انصاری نازنینم. ظاهرا نه، چون که با وقت جدید ما 1.5 ساعت دیگه هنوز فرصت داریم. خب خدا رو شکر 1.5 ساعت هنوز فرصت داریم تا بریم سراغ آقای دکتر انصاری. این تعلل ساعت‌ها و تعویض ساعت‌ها یه قدری بنده رو گیج کرده در حقیقت، تا اینکه جا بیفتیم. میگم یه هفته طول میشه تا ما بتونیم تطابق بدیم خودمون رو با ساعت جدید. همونطور که روی صفحه تلویزیون ملاحظه می‌فرمایید و وعده داده بودم، امروز گفتگو می‌کنیم با آقای سیروس ملکوتی، یک فعال به راستی فعال سیاسی که کار میکنه در عرصه عمل است و میبینیم اثراتش رو در این ور اون ور میبینیم. اجازه بده که وقت رو بیش از این ضایع نکنم، از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان سلام بکنم به آقای سیروس ملکوتی. آقا سلام بر شما. با درود به تو سعید بهبهانی بسیار گرامی، همه ما بینندگان برنامه خودت، خوب خودت. و قبل از هر چیز اجازه میخوام که پیام تسلیت خودم و اندوه و همدلی خودم رو به همه هموطنانم ابراز بکنم. چند ساعتی پیش اطلاع یافتم که ستار بهشتی، یکی از فعالین و وبلاگ نویسان داخل کشور، که هفته پیش دستگیر شد، امروز در زندان اوین اعدام گردید. از چگونگی ماجرا هنوز اطلاع دقیقی در اختیار نداریم، اما خبر بسیار تأسف باری بود و مراتب همدردی و همدلی خودم رو با خانواده و همچنین دوستان ستار بهشتی و همه هموطنان ایرانی هم از این طریق میخوام ابراز بکنم. و همچنین مایل هستم قبل از هر سخنی همبستگی خودم رو با زنان آزادی که امروز در بند زندانهای جمهوری اسلامی هستن و در اعتصاب قضا نشستن، اون هم در آن شرایط در آن زندان، همبستگی خودم رو با آنها ابراز بکنم و از اینجا از طرف شما و همه بینندگان شما برای اونها درودی بفرستم. البته یه خبر الان اومد که این عزیزان و بزرگواران، این کسانی که در زندانها در حقیقت اعتصاب کرده بودن، این 8 بزرگوار ما، 8 بانوی ایران زمین، اینا با طرح شکایت از مسئولین زندان و اینکه رفتن بازدید بدنی کردن اینا رو، اعتصابشون رو شکوندن تحت این عنوان که شکایت میکنیم از این عده، تا ببینیم که این شکایت ما به کجا میشه. این خبر بسیار مسرت بخشی است که این عده اعتصابشون رو امروز شکستن. عرضم بزرگ شما آقای ملکوتی، ممنونم از توجهی که دادی نسبت به این عزیزی که از دست رفت، این جوان آقای بهشتی. من قراره که با خانم بیه جیلانی که با ایشون ارتباط داشته گفتگو بکنیم تو همین زمینه و بعدها اطلاعات بیشتر رو از ایشون خواهیم گرفت. اما اوضاع خودمون رو بررسی بکنیم. امروز در حقیقت من پیشنهاد مشخصی رو آوردم روی صفحه، یعنی چند روز که راجبش دارم حرف میزنم، یعنی تو این بلبشویی که وجود دارد، تو این شرایطی که امروز وجود دارد، نمیدونم اختلافات درون ایران هست، نمیدونم چه هست اینا، آقای گنجی، آقای باقرزاده اینا می نویسن که ما باید بریم دنبال آقای احمدی نژاد. من از روز اول اعتقاد داشتم که در صفحه دشمن شما دنبال دوست نگرد. این نظام به نوع ساختاری که دارد نمیتواند غیر از این عمل کند. این هر روز به این تنگنا میره، این انقدر شکلش دفرمه است، انقدر نامناسبه، انقدر نامنظمه که با هیچ نظمی نمیخواند. بنابراین این به این تنگنا میرود. امروز درون ایران مشکلات معیشتی وجود داره، بانک‌ها مشکل مالی دارن، بحران مالی در ایران وجود داره. بیاییم یه کارایی بکنیم، کارایی زمینی بکنیم، کارایی بکنیم که زود دسترس باشه، مردم در شادی شریک بشن، قدرت خودشون رو پیدا بکنن، ببینن که قدرت میتوانن داشته باشن.
من عقیده دارم اتحاد در بالا، یعنی اینکه بریم یک آلترناتیوی در بالا که چیز ضروری است، یک چیز واجبه که داشته باشیم، ولی در مقابل ما باید سی که یک حرکت اتحاد گراسروت ایجاد کنیم، یعنی در پایین مردم رو با هم دیگه رفیق کنیم، مردم با هم دیگه دوست بشن، مردم با هم دیگه اعتراض بکنن. و ما میتونیم مثلا خانم نسرین ستوده رو، این شرایط رو به عنوان ویترین ازش استفاده کنیم، در پشت ویترین نفی اعدام، آزادی زندانیان سیاسی رو درخواست بکنیم و در سراسر شهرهای جهان از این شنبه تا دوشنبه 10 دسامبر که روز جهانی حقوق بشره اکسیون بذاریم، اکسیونای سراسری بذاریم، همه با هم بکنیم، کاری که سنتی بود که در کنفدراسیون انجام میشد. من خواستم مجموعاً منو حق و اصلاح بکنی تو این زمینه و ببینی که چی میبینی، صحنه رو چجوری میبینی. قبل از هر چیز من فکر میکنم پیشنهاد صحبت آخرین شما، پیشنهاد شما بسیار پیشنهاد درست و اصولی است و خوبه که روی این موضوع بیشتر فرصت بدید و صحبت بشه، اما نه در درازنای یک زمان طولانی که در واقع باز هم سرخوردگی بخواهد تداوم پیدا بکنه. باید هرچه زودتر عرصه عمل مبارزاتی رو آغاز کرد، گسترش داد، تعمیمش داد و بشه از این طریق، از این پایین در واقع به نیروهای سیاسی که امروز به گونه های مختلف تجربه نوعی از خمیازه طولانی رو دارن به انجام میرسونن، اونها رو متوجه مهم بودن و وخامت اوضاع سیاسی معاصر نبود. همچنان که در هنگامه هایی میبینیم مردم ایران وارد میدان نبرد میشن خودجوشانه و نه تنها نیروهای سیاسی و مدعیان مدیریت سیاسی در ایران و خارج از مرزهای ایران رو متوجه وجود دادخواهان خود میکنن، بلکه جهان رو هم نیز متأثر از رفتار خود میکنن. ما هم میتوانیم در هر جای این جهان که هستیم حرکاتی را بیاغازیم. من توجه شما رو به یک سری از اکسیونها جلب میکنم که خودتون هم بارها از اون صحبت داشتید، مانند اکسیونی که مادران پارک لاله اینجا و آنجا در این کشورهای متفاوت به اجرا میگذارن. من فکر میکنم این نهاد جا داره برای حمایت‌های بیشتر، این نهاد جا داره برای اینکه بتوانیم اون رو گسترده‌تر بکنیم و از چنین نهادی که به هر حال یک ساختاری پیدا کرده و یک مشروعیتی در ذهنیت عمومی پیدا کرده، اون از اون استفاده، در واقع استفاده نه ابزاری، یک استفاده درست و اصولی از آن بکنیم برای در واقع دادخواهی های روزمره خودمون در زمینه حقوق بشر و نقض حقوق بشر، آنچه که در ایران انجام میشه. نمونه های این نهادها و همچنین نهادهای گوناگونی که شهروندان ایرانی، مبارزان، یاران ما در شهرها و کشورهای مختلف برپا داشتن. من فکر میکنم اگر تلویزیون شما این رسالت رو به عهده بگیره، به هر حال میبایستی کوردینیت بشه، از نقطه‌ای در واقع هدایت بشه، مباحث انجام بپذیره. من فکر میکنم رسانه شما میتونه این رسالت رو به عهده بگیره. همه ما هم باید دست به دست هم بدیم، به یاری شما و دیگر دوستان بتونیم این موضوع رو پیش ببریم. این نکته بسیار مهمی است که شما مطرح کردید. و اما در خصوص آنچرا که آقایان گنجی و دیگر دوستان امروز در رابطه با موضوع اختلافات درون نظام مطرح میکنن و این تصور رو دارن که میتونن با تمکین نمودن به بخشی از نیروی حاکمیت در مقابل بخشی دیگر وزنه رو به سوی در واقع دادخواهان حقیقی تغییر بدن، این تجربه به گونه های مختلف خود با سیاست های متفاوت خود طی این 30 سال 33 سال با شکست مواجه شد، همواره تکرار شد و همواره با شکست مواجه شد و همواره با خود سرخوردگی و حتی به نظر من حقارت تاریخی رو هم همراه آورد.
و نوعی استقلال زدایی از دادخواهان حتی حقیقی هم کرد و اونها رو نامشروع در صحنه و در میدان مبارزاتی نشون داد. نقش احزابی مثل حزب توده رو فراموش نکنیم که چه ضربه توانست آن سیاست مماشات و آن سیاست در واقع روی کرد به حاکمیت در کنار نیروی از قوای حاکمیت قرار گرفتن احتمالاً برای رسیدن به مقاصد شاید انسانی از لحاظ سیاسی. نمیخوام حالا روی مقاصد اونها شبهه ایجاد بکنم. به هر حال نتیجه این سیاست ها تداوم سرخوردگی ها و حقارتی بود که امروز بسیاری با اون درگیر هستن و هنوزم از اون رهایی پیدا نکرد. و اما آنچه که ما به عنوان حاکمیت میشناسیم، حاکمیت از ابتدای خودش سعید جان از 33 سال پیش با قدرت چنگانه همیشه مواجه بود و این تنها یکی از در واقع حاکمیت های منحصر به فرد در تاریخ معاصر ما هست که میتواند با این چنگانگی حضور خود در سریر قدرت این همه دهه ها رو طی بکنه و این نظام رو پایدار نگه داشته باشه و این یکی از معجزات تاریخی و سیاسی شاید به حساب بیاد. ما همیشه همواره از این قدرت‌های چنگانه برخوردار بودیم. در درون حاکمیت ما تصفیه، حذف و حتی کشتار رو شاهد بودیم که نیروی دیگر رو سرکوب میکنه و باز اما در درون حاکمیت بازتولید میکنه. یعنی اگر نیروی به نام اصلاح طلبان در درون حاکمیت حذف بشن، این سیستم گونه ای بنا شده که به محض حذف این نیرو دوباره بازتولید میشه و بازخوانی میشه. و اما گرایشی که این گونه میپندارد با مراجعه و با حمایت از جناحی به نام احمدی نژاد یا هر جناحی دیگر میتواند یک سفارایی موفقیت آمیز در مقابل ولایت فقیه داشته باشد، یا ما میبینیم در درون حتی جمهوری خواهان هستند کسانی که میپندارند اگر تمکین به ولایت فقیه بکنند با ولی فقیه در واقع به یک بیعت برسند میتوانند حتی انتخابات آزاد هم در ایران به انجام رسانند. با این ایده های اوتوپیک، با این ایده هایی که تا کنون جز شرمساری هیچ نتیجه دیگری رو به بار نیاورد و جز شکست تجربه دیگری رو برای ما برمغن نیاورد، تنها راه گریز از اون رسالتی رو بیان میکنه که وظیفه روشنفکر و کنشگر سیاسی معاصر در تقابل با این نظام قرار داره و این رسالت چیزی نیست جز برای انحلال نظام، برای فرو نشاندن یک نظام خودکامه و جایگزین نمودن یک نظام دموکراتیک بر در واقع جای آن. این در این که بسیاری خیلی هم این نکته بسیار جالبه که ما بخوایم روش تکیه بکنیم به لحاظ روانشناسی، معمولا کسانی از این تمایلات این چنینی درون حاکمیت سخن میگویند که یا نیروی فردی هستند و در انزوای کامل به سر میبرند و یا نیروی اندک به لحاظ کمی هستند و هیچ گونه ارتباط ارگانیک رو با میدان و صحنه مبارزه و مردم ندارند. در واقع این ضعف و این ناچاری درونی خود این روشنفکران هست که اونها رو به چنین نمودارهایی از و چنین گزینه‌هایی در واقع وامی داره که به سوی قدرت در واقع به نوعی قدرت تمکین بکنن و از طریق بخشی از قدرت خودشون رو یه قدرت مجازی خود رو بتونن تصویر بکنن. آقای گنجی هم در واقع نمونه از این یا جلوه از این
بیان روانشناسانه سرخوردگی ها هستن در این نوع از اندیشه ها. ما نمونه های دیگری باز از این اندیشه ها داریم که حتی در شکل گروهی و سازمانی خود را بیان میکنن در گونه های مختلف. نمونه بحثی که چندی پیش از سوی یک جریان سیاسی مطرح شد که اگر جنگی در بگیرد ما در کنار جمهوری اسلامی قرار خواهیم گرفت و غیره، و اگر نگاه بکنی به ماهیت، به کیفیت، کمیت این جریان سیاسی پی میبری که اینان حتی قادر نیستن از یک خانه مسکونی به لحاظ کمیت دفاع بکنن، وای به حال آن که بخواهن در واقع سربازان و مدافعان یک کشور باشند. بنابراین بیان این حرفا، بیان این سخنان جنبه تبلیغاتی دارد، جنبه یارکشی ها دارد و هیچ معنای عملی در صحنه سیاست نخواهد. شما سپاسگزارم. از آن بزرگ شما که به حال من میدونم که شما هم به این طرح آلترناتیو اعتقاد داری، ولی چرا این در حقیقت اپوزیسیون چکار میکنه؟ چرا نمیتواند به این مجمع دسترسی پیدا کنه؟ به هر حال مثلا این طرحی که بنده بیان میکنم، خب این باید از جانب همون مجمع باشد، یه مجمعی باشد، فراگیر باشد، مثلا نمونه کنفدراسیونیش. مثلا کنفدراسیون یه مثلا یه اعلامیه میداد و بچه‌ها تو جای مختلف شهرهای مختلف یه شروع میکردن همون عمل انجام دادن. پس من این یه مقام فرماندهی لازم است، نه یه مقام اربابی. اینا با ارباب رعیتی رو با اشتباه گرفتن با فرماندهی. این مشکلش چیه؟ کجاست؟ لنگیش چیه به نظره؟ همیزه به نظر دوتا موضوع متفاوته که میتونه در یک تفکر همایش گونه خودش رو ادغام بکنه. آنچه که به نام آلترناتیو سازی و بدیل سازی طی سالهای اخیر مطرح شد و شتاب بسیاری به خود گرفت، برمیگرده به دو نگاه در واقع. یک نیاز تاریخی که حتما همگان برش باور دارن، فقدان مدیریت سیاسی، فقدان مدیریت مبارزاتی، نه مدیر و نه لیدر بلکه مدیریت موجب آن شده که در واقع هنگامه های پیش آمده یا هنگامه های خودجوشانه مبارزات مردم تومه مدیریت ساخته و پرداخته شده درون نظام بشه، مثل جنبش سبز که میبینیم که چگونه تومه در واقع مدیریت مستقیم و غیر مستقیم اصلاح طلبان سرکوب شد. بنابراین یک نیاز تاریخی از این سو وجود داره و دیگر شتابی که به این نیاز داده شد و نیروی جدیدی وارد عرصه کار شدن، در عرصه میدان شدن و شتاب خاصی به پدید آوردن انواع آلترناتیف های سترون و اخته دادن، برمیگرده به در واقع سوبسیدی که نظام جهانی و قدرت های جهانی در رویارویی با نظام جمهوری اسلامی بدین امر میدن. بسیاری دارن آلترناتیو سازی میکنن تا بتوانن در نمایشگاه آلترناتیو سازی بین المللی غرفه ای رو به خود اختصاص بدن و بگن که ما هم در واقع میتوانیم یک چلپی باشیم، ما هم میتوانیم نیروی برانداز باشیم، ما هم میتوانیم. هیچ یک از اینها پایه های ارگانیک با میدان مبارزه رو ندارن و تنها همایشاتی سوری هستن و به همین خاطر در حد ائتلافات این تالار و آن تالار و به ویژه اخیراً هم در تالارهای مجازی و دیجیتالی خلاصه میشه. این نهایت در واقع دستاوردهایی است که از این گونه آلترناتیو سازی ها به دست میاد. من بر این نکته تأکید میکنم که آلترناتیو سازی حق و جزء رسالت تاریخی شهروندان ایرانی است، چه در برون مرز چه در درون مرز فرق نمیکنه، شهروندان ایرانی. اما آلترناتیو سازی میبایستی از پسا همایش سیاسی ایرانیان پدید بیاید. ما نمیتوانیم
آلترناتیو رو بسازیم زمانی که همایشی وجود نداره. ما نمیتوانیم به بهانه اینکه ما اعتقاد و اعتباری به نیروهای کلان سیاسی اگر باشن نباشن هستن چگونه هستن کاری نداریم، با بی‌اعتبار خواندن نیروهای سیاسی و تنها بر قوای فردی بخواهیم طرح‌های متواود از همایش یا آلترناتیو سیاسی رو بنا بکنیم. این در هیچ جای این جهان رخ نداد و در هیچ بره از تاریخ هم صورت نگرفت، در این بره از تاریخ هم صورت نخواهد گرفت. یک دل مشغولی است و یک عملی است که در واقع ما رو از واقعیت های مبارزه جدا خواهد کرد، به سوی انتزاع، به سوی مجازی خانی ها خواهد کشاند. بر این باورم که آلترناتیو سازی میبایست پیامد همایش حقیقی سیاسی به وجود بیاد. اما همایش حقیقی سیاسی آنگونه که شما مطرح میکنید و به درستی مطرح میکنید، هیچ همایش سیاسی نمیتواند در اتاقهای کنفرانس، در تالارهای کنفرانس بدون زمینهای مادی مبارزاتی شکل بگیره، بدون همبستگی، بدون تعریف عملی و عینی و میدانی همبستگی در صحنه مبارزات شکل بگیره. ما اگر نتوانیم با هم، با بیرقهای متواود خودمان حتی در صحنه، در میدان مبارزاتی حضور پیدا بکنیم، در دفاع از همبندان خودمان، یارانمان که در بندهای این زندان و آن زندان هستند، در دفاع از کارگران ایران، در دفاع از اقوام ایرانی، در دفاع از زنان مبارز ایرانی، در نقد و نکوهش نقض حقوق بشر و مسائل متواضع، اگر نتوانیم با هم در میدان مبارزه همکاری گسترده‌ای رو سازماندهی بکنیم، بیش از قادر نخواهیم شد در تالارهای دربسته یا حتی در باز به یک در واقع همایش گونه‌ای دست پیدا بکنیم. بنابراین اینها به هم مربوط خواهند شد، ممزوج هم دیگه هستند و روشنفکران و کنشگران سیاسی میبایستی به این موضوع توجه خاصی حتما داشته باشند. چون من میبینم و هنگامی که در طرح‌ها و صحبت‌ها سخن از گام‌های عملی برای مبارزاتی برداشته میشه، در هنگامی برپایی نوعی از همایشات، بسیاری از آنها که مدعی در واقع نگاه روشنفکرانه به پدیده آلترناتیو سازی هستند میگویند این موضوع مربوط هست به فردای به وجود آمدن مدیریت سیاسی. این سخن بسیار بیهوده است. مبارزه در میدان، در صحنه‌های واقعی نکته‌ای نیست که بشود به این اولویت یا آن موضوع تعمیمش داد و اون رو به زمان دیگری موکول کرد. امروز شهروندان ما در این اسارت قرار گرفتن، در این درد، در این دادخواهی قرار گرفتن. وظیفه همه کنشگران هست که در صحنه سیاسی حضور پیدا بکنن. صحنه سیاسی هم فقط فیسبوک نیست، فقط تومار نویسی نیست، باید در خیابان هم بود، باید در میدانهای مبارزه هم حضور داشت به گونه های مختلف. اون چی که من میفهمم این استش که جنرال بی سرباز کاری از پیش نمیبره، یعنی شما بایستی که سرباز داشته باشی که توی جبهه بجنگه، هر چقدر که شما تاکتیک جنگ را بدانی، هر چقدر که بلد باشی و مسلط باشی، بدون حضور سرباز نمیتونی کاری کنی. خانم کلینتون در زاگرب که سخنرانی میکرد حمله کرد به این شورای در حقیقت ملی سوریه و گفتش که این شورا نمایندگی نمیکنه اون کسانی رو که درون جبهه دارن میجنگن. شما یه مش آدمایی هستید که 30 سال 40 سال تو خارج کشورید، ولی اونی که تو صحنه است اون نمایندهش کدومه؟ اونو به ما معرفی کنید ببینیم نماینده اون کیه، اون چی میگوید. بنابراین در حقیقت اون چیزی که معلوم میشه این است که سربازان نقش مهمتری رو بازی میکنن به نظر من، و باید این سربازا رو یه جوری بهشون سامان داد، یه جوری حرکت کرد با اینا. خب اینا رو یعنی واقعا این و خب این اون چلبی سازی رو یه جوری نفی میکنه کلینتون و میگه که اون چلبی سازی کار نکرد.
برای اینکه این آدمه از اینجا رفته بود و نتونست در عراق برای ما الان میبینی که اون نیروهایی که در اون بودن اونا رفتن سر کار. پس بنابراین ما باید تکلیفم با اونا روشن کنیم. خب این کلید اینا راهنماست، ولی چرا نمیبینه؟ چرا اینا رو نمیبینه؟ ما رهبران و فرهیختگان ما نمیبینن. چرا تمایل داره بره به خامنه ای نزدیک بشه و ترس رو از خامنه ای بریزه؟ چرا اینجوری فکر میکنه؟ به نظر من همون که هم نکته‌ای که خدمت عرض کردم سعید جان، من فکر میکنم این به لحاظ روانشناختی این عقده خود کمبینی در واقع اینجا، یا از سوی دیگر روی دیگر سکه خود بزرگبینی در واقع باعث میشه که این ضعف، برای من پوشاندن این ضعف خود، ناتوانی خود، به جای اینکه بپردازم به قدرت بالقوه‌ای که وجود داره در جامعه، وجود داره. این قدرت چیست؟ اون قدرت کمی بسیار عظیم و گسترده‌ای وجود داره از دادخواهان ایرانی. به جای اینکه من به آن بپردازم، به سازماندهی این دادخواهی و این نیروی بالقوه بپردازم، میرم نیروی آماده در اقتدار رو انتخاب میکنم، از میان اختلافاتشون در واقع میخواهم مهندسی در واقع مبارزاتی رو از طریق دخالت خودم و سهامداری خودم با یکی از این اهرم‌های قدرت به انجام برسونم. تمامی این مهندسیات همه این سالها با شکست مفتزهانه مواجه شدن و این یکی هم نیز همچنین خواهد شد. من با دلایل متفاوت میشه به این موضوع برخورد کرد، اما یه نکته هم بد نیست که خدمتتون عرض کنم. من بر این باورم که بله، اختلافات موجود در حاکمیت اختلافات جدی است، اختلافاتی نیست که ما بگیم اینها دارن بازی میکنن و نقش سیاه و سفید رو ایفا میکنن تا مردم رو در یک سرگردانی قرار بدن و میان این دو نیرو قرار بدن. نه، این فقط هم این گونه نیست. به هر حال اختلافات درون این حاکمیت اختلافاتی است که ناشی از آن سیاستی میشه که جهان اینها رو محاط کرده و از سوی دیگر منافع خاصی که اینها رو گره داده به گونه های متفاوت و منابع متفاوت از این جهان سیاست، که تبلورش اختلافات درونی اینها در صحنه مدیریت، در صحنه ارتباط و تصمیم گیری خواهد. حتی با پذیرش این موضوع که این اختلافات جدی است، من زمانی قادر هستم که در این بازی دخالتی نه مستقیم، غیر مستقیم داشته باشم که به عنوان یک نیروی سوم جدی در صحنه مورد ارزیابی قرار گرفته باشم، نه به عنوان یک کنشگر به نام سیروس ملکوتی که یک قلم و یک کاغذ دارد، یا آقای گنجی یا آقای باقرزاده یا دیگران. ما نیرویی نیستیم، توانی نیستیم که بخواهیم حضور خودمان را در این صحنه و در این میدان این گونه بخواهیم با آنها نشان بدهیم. بنابراین این یک بازی یا یک آنگونه که من بر اون اعتقاد هستم یک بیروشی است که از ضعف و ناتوانی در واقع روانشناختی درونی خودمون حاصل میشه و هیچ نتیجه هم نخواهد داد. وقتی که صحبت از نیرو میکنیم، ما مثلا میبینیم که به عنوان نمونه مثلا احزاب کردی یا فرض کنیم که بخشایی در خوزستان، اینا فی الواقع نیرو هن، یعنی میتونن توان جذب دارن، توان حرکت دارن، میتونن شرکت بکنن، میتونن کاری بکنن. یا مثلا نمونه دیگرش سازمان مجاهدین است. چرا این نیروها در حقیقت به یک کنش دست نمیزنن؟ چرا اینا گیر کردن؟ اینا علت گیر کردن اینا چیه؟ اینا که دیگه نیرو دارن. خب اینا، اول من خوشحالم که هر کدوم اینا خودشون به تنهایی وارد عرصه کار نمیشن، به دلیل اینکه قرار است که ما یک کار جمعی بکنیم. قرار نیست که نیرویی که مثلا در کردستان وجود داره و میدونیم دارای قدرت مانور هم در صحنه اجتماعی، سیاسی و حتی نظامی هم هست، ما از اون بخوایم که به تنهایی وارد عرصه میدان بشه و اقدام بکنیم. نه، به نظرم باید یک حرکت جمعی صورت بگیره، یک شعور جمعی در واقع تعیین و تبیین در تاکتیک و استراتژی مبارزاتی بکنه. و خوشحالم که من میدونم که این نیروها هم
به این نکته توجه دارن که میباعث این اجماع در واقع نظری و این شعور جمعی ما یک منشور رفتاری و اندیشه‌ای رو پدید بیاره که بر اون بنیاد در واقع این نیروها وارد عرصه مبارزه بشن. در مورد سازمان مجاهدین که میدونم نیرویی است بالقوه، به هر حال نیرویی است که میتونه تأثیر بگذاره، هنوز نمیدونم آیا درهای خود رو به روی نوعی از همایش باز خواهد کرد در آینده نزدیک، مطلع از این نیستم. اما این رو میدونم که نگاهی وجود داره آقای بهباری، خودتونم واقف هستید، یک نگاه مشخصی وجود داره که به هیچ وجه نمیخواد نیروهای کلان وارد عرصه کارزار مبارزاتی بشن. بنابراین در مباحث سیاسی امروز اولین کاری که این نیروهای فکری، این گونه، این فردیت ها می کنن اینه که این است که این نیروهای کلان سیاسی حذف بشن از در واقع هر گونه همایش سیاسی با برچسب ها و برخورد های متفاوت. این یک سو. ما می بینیم که دو جریان عمده در 33 سال گذشته مقاومت حماسی رو در مقابل جمهوری اسلامی و مقاومت اطراوامیزی را به وجود آوردن. میشه یکی رو زنان نام برد که همواره مورد احترام جهانیان بودن، زنان مبارز ایرانی در اشکال متفاوت مبارزاتی خود، حتی شکلی از مبارزه به نام 1,000,000 امضا که بسیار بسیار شاید سطحی به نظر میرسید برای ما، اما احترام باز جهانیان را برانگیخت. سوی دیگر در واقع کردستان مقاوم در مقابل تهاجم نظامی جمهوری اسلامی. ما میبینیم که چه جالب و یا چه اسفبار، هر دوی این اسطوره های مقاومتی در تاریخ معاصر ما امروز به گونه های مختلف از طرح و برنامه های همایشگرانه ما یا به حاشیه رانده میشن یا حذف میشن. دلیل چیست؟ دلیل این است که نیروهای منزوی، پراکنده، گسست یافته از یک پیکره عظیمتری در اشکال فردی خود وارد عرصه کارزار شدن و طبعا نیرو و توان برابری رو در خود با این نیروهای کلان سیاسی نمیبینن و بهترین راه برای بازخوانی خودشان در صحنه سیاست این است که آن نیروها را حذف کنن. حال نیروی کنشگران، در واقع کنشگران سیاسی حقیقی امروز میبایست یک بازخوانی جدید نسبت به تمامی این اندیشه هایی که طی این به خصوص یک سال گذشته سبب ساز به حاشیه رانده شدن نیروهای حقیقی اجتماعی شده، یک بازخوانی در خودش بکنه و ببینه چگونه مورد بازی قرار گرفته. به نظر من بله، این یک بازی بوده که از دو سو بسیاری از روشنفکران ما رو مورد آماج خود قرار داد. از یک سو مدیریت در واقع سیاسی که از سوی حاکمیت در میان اپوزیسیون ایرانی تحمیل شد به گونه های مختلف، این خواسته رو تزریق میکنه در ذهنیت این سازماندهندگان انواع همایشات مختلف در گونه های مختلف خود، و سوی دیگر میبینیم که خارج از کشور محل بروز و بیان فرصت طلبان جدیدی شد که اصلا هیچ سابقه‌ای در صحنه مبارزات 30 سال گذشته نداشتن. بسیاری از اینها هم تا همین چندی پیش با شعار الله اکبر سنگی هم در دست خود بر سر زنی در چاله اسارت و دهشت گیر کرده پرتاب می‌کردن و امروز منادی دموکراسی در خارج کشور شدن. وقتی میدان مدیریت سیاسی در اختیار این دو جریان قرار میگیره و چهره پردازی ها نسبت به این گونه های مختلف داره شکل میگیره، میبایستی به نتایج اون هم
این گونه در حسب نیروهای حقیقی هم باور داشت آقای بهبهانی. جالبی رو اشاره میکنی و واقعا آدم در مقابل کم میارم که به تصویرسازی اشاره میکنی. خب راه تقابلش چیه؟ چجوری من میتونم که این تصویرسازی رو بشکنم و تصویر واقعی رو نشون مردم بدم؟ چیکار باید بکنم؟ باید برگردیم به نقطه‌ای که در واقع ما رو از هم پراکنده کردن، از نقطه‌ای که روی باورهای ما انگشت گذاشتن و یک باور تزریقی رو در ما به وجود آوردن، در جایی که به ما گفتن سرنگونی و انحلال نه، می شود گونه دیگر رو هم آغاز کرد، در جایی که گفتن به منزه پروری در واقع روی آوردن و به نکاتی از دردها و ضعفهای درونی ما اشاره کردن که خودمون هم می دونستیم. ما می دونیم که سازمانهای سیاسی ما دارای چه مشکلاتی در توان فکری خودشون، در گذشته های نابخرد خودشون و غیره بودند، هستند، در اسارت تشکیلات های سنتی خود بودند و هستند. اما با این تفکر که من نیروی فرد رها شده از هر گونه تشکیلات و خودم را آنچنان فرای اون فرهنگی بدونم، اون فرهنگ سیاسی بدونم که بگم هر آنچه که وجود داشت نفع بکنم و از اونها گریزان باشم و به نیروی فردی ایمان بیارم و به دنبال این بگردم در این میدان مبارزه که افراد رو پیدا بکنم، افراد پراکنده بی‌هویت حتی در جستجون ها باشم و روی کرده خودم رو از نیروهای سیاسی موجود به سوی این بی‌هویتی ها بکشونم، اونجاست که میبایست من یک قرائت تحویلی در احوال خودم بکنم و بپردازم به اون کار و اون وظیفه‌ای که در یک نقطه قطع شده. از آن جایی باید بپردازم که جمهوری اسلامی توانست از طریق ابزارسازی‌های خودش فرهنگ سیاسی خود رو در من تزریق بکنه، نیروهای خودش رو در خارج کشور در میان من گسیل بکنه، ما در زمینه‌های فرهنگی تحت تصرف رژیم و وزارت ارشاد قرار گرفتیم. در این شک نکنید، ما به هیچ وجه دارای نیرو و قدرت مستقل در حوزه فرهنگ مبارزاتی، فرهنگ سیاسی در مقابل وزارت ارشاد نیستیم. دو دهه است که وزارت ارشاد غالب شده و حاکم شده. امروز این ما هستیم که چهره‌هایی که آن وزارت ارشاد معرفی کرده، دیرباز معرفی کرده، اونها رو به عنوان قهرمان، به عنوان خالقین و آفرینندگان حقیقی پذیرفتیم و اونها رو معرفی میکنیم. این از این بخش. از بخش‌های دیگه سیاسی میبینیم که آنهایی که آرام آمده بودند، با تعظیم و تکریم آمده بودند، امروز بر در واقع منبرهای بر کجاوه‌های مدیریت و منور الفکری نشستن و دستورالعمل‌های بود و نابود در واقع اپوزیسیون رو صادر می‌کنن و می‌بینیم که چگونه نیروی درون اپوزیسیون نیست به سوی اینها به مانند ولی فقیه میرن و از آنها می‌پرسن که آقا ما باید چه بکنیم، به نظر شما آرایش این گونه درست است یا آن گونه؟ من فکر میکنم اپوزیسیون حقیقی میبایست خودش رو پیدا بکنه، همین نیروهایی که شما برشمردین، نیروهای انحلال خواه. به طور مشخص اولین نکته تمیز ما با همه این امتزاج‌های نامرتبط به دادخواهی ما این خواهد بود که ما خود رو تمیز بدهیم از نیروی اصلاح طلب و ترمیم خواه. بنابراین دعوت از تمام آنهایی که انحلال، سرنگونی یا فروپاشی نظام رو در برنامه، طرح برنامه امروز خود دارن، نه در برنامه های دراز مدت 100 ساله آینده، در برنامه امروز خود دارن، از اینها یه دعوتی بکنیم، با هم صحبتی بکنیم، به طرح مشخصی از رفتار
و زبان اندیشه برسیم با همه تفاوت‌های خود، با پذیرش تفاوت‌های خود در واقع یک جبهه فراگیر رو فراهم بیاوریم. راه دیگری به نظر وجود نداره آقای بهبانی. یعنی باید برگشت به خود و از خودمون شروع کنیم و تک تک باید. و واسه من پیشنهاد مشخص دارم. من میگم که باید به کار مشخص و معین پرداخت. یعنی آدم ها، من با آقای مهندس حسن شریعت مدار که سوال میکردم به درستی اشاره کرد که اینا آدم های خود بزرگ بینن، اینقدر خودشونو گنده میبینن که توی اتاقی جایی برای دیگری مفروض نیستن، اصلا اونجا اینقدر این بزرگی دیگری کنار جا نمیگیره. آره خوشحالم که ایشون نظر داره. آره میگه که اینا اینقدر بزرگیم که ما خودمون اینقدر بزرگیم که تو اتاق که میریم دیگه جا برای کسی دیگه جا نمیذاریم. خب کاملا این مشکله، یعنی یه موزله و اینا بوق و بلنگو دارن، ما نه بوق داریم نه بلنگو داریم، یه تلویزیونی داریم که به زور چراغش رو روشن نگه داشتیم. و من بازم میگم که باید از کنشگران خواست که برگردن و کار زمینی بکنن، کاری بکنن که زود بازده بشه، مردم درش سهیم باشن، مردم پیروزیشون درش ببینن، شادی کنن، آماده بشن برای حرکت بعدی. اتحاد در بالا به نظر من معنی نداره، اتحاد باید گراسروت بشه، در پایین در بین مردم باشن. نکته جالبی رو سعی جو داریم مطرح کنیم. ما نیروی داریم که آنها ندارند. آن نیرو همون چیزیه که در زمینه، در پایینه و اون چیزی که شما بهش اشاره میکنید. ما به همین خارج کشور نگاهی بکنیم، شما به تمام این نهادهای گوناگونی که در دفاع از زندانیان سیاسی در خارج کشور به وجود، کمیته های متفاوت که شکل گرفته، اینا نهادهای در واقع شهروندان ایرانی است، کسانی است که با تمامیت این نظام خود رو در تضاد میبینند. این نیرو، اینا نیروهای حقیقی هستند، اونهایی که در این هنگام یا اون هنگام مقابل این سفارت در آن خیابان مبارزه و فریاد حضور پیدا میکنند، با تر این شعار یا آن شعار در رویارویی با نظام قرار میگیرند، اینا نیروهای حقیقی هستند، اینا نیروهای مجازی نیستند، اینا نیروهای حقیقی هستند، حضور دارند در صحنه. اما احتیاج به یک کوردینیشن داره، احتیاج به یک سازماندهی داره. میبایست این سازماندهی رو به وجود آورد، میبایست این همگرایی رو به وجود آورد و همونطور که گفتم تفاوت‌ها رو هم باید درک کرد. هرگز نمیبایستی به این تفکر باز دامن زد که ما باید به یک وحدت در واقع نظر در این حوزه، در اون حوزه حتما برسیم تا بتوانیم با هم در این خیابان فریاد حرکت بکنیم، شعارهامون رو بدیم. نه، حتما لازم نیست که با هم یک شعار مشخص هم داشته باشیم یا پرچم مشخصی رو هم یا بیرق مشخصی رو هم بخوایم با هم بر سرمون بیافرازیم. ما میتوانیم با وجود تفاوت‌هایمان اما در یک نقطه میتوانیم مشترک باشیم، در یک پاسخ مشخص شفاف نه به حضور و هستی جمهوری اسلامی. در این رابطه میتونیم در میدان مبارزه حضور پیدا کنیم. قرار نیست که ما دولت تشکیل بدیم، قرار ما مبارزه بکنیم، این نه رو به این هستی خانمانسوز عنوان بکنیم. بنابراین ما نیروی بسیار کمی و حتی کیفی گسترده‌ای رو میتونیم فراهم بیاریم که داریم. بسیار ممنون و متشکرم از فرصت که من دادی. امیدوارم که شاد و سلامت باشی تا فرصت دیگر که در خدمت شما بزرگوار باشی. ممنونم آقا. با سپاس از سعید بهبانی عزیز. ممنونم. و بینندگانش متشکرم. مرسی. عرضم به حضور شما که شرمنده